داستان بهلول و دانشمند مغرور. یکی از علما و دانشمندان برجسته و مشهور که از اهالی خراسان بود به بغداد وارد شد. هارون او را به حضور طلبید. وقتی که آن دانشمند وارد دارالخلافه شد، هارون مقدم او را گرامی شمرد و بسیار به او احترام کرد و با عزت او را نزدیک خود نشانید و با او مشغول گفتگو شد. در این میان بهلول بر هارون وارد شد. هارون بهلول را هم به جلوس کرد. آن عالم نگاهی به وضع ساده و حرکات کودکانه بهلول کرد و با تعجب به هارون گفت: از مهر و محبت خلیفه عجب است که به مردم عادی آن همه لطف و محبت دارند و آنان را نزد خود راه می دهند. بهلول احساس کرد که نظر آن دانشمند مغرور با او است. با کمال شجاعت به او رو کرد و گفت: به ظاهر من نگاه نکن، به علم ناقص خود مغرور مشو. من حاضرم که با تو مباحثه کنم و به خلیفه ثابت کنم که تو بی سواد هستی. دانشمند با کمال ناراحتی گفت: شنیدم که تو دیوانه ای و مرا با دیوانه کاری نیست. بهلول در پاسخ گفت: من به دیوانگی خود اقرار می کنم، ولی تو به نادانی خود اقرار نداری. هارون با نگاه تون به بهلول نگاه کرد و گفت: ساکت باش. بهلول به هارون گفت: این مرد به علم خود می نازد، من حاضرم با اون مباحثه کنم. هارون با آن دانشمند گفت: اینک که مطلب به اینجا رسیده، چه ضرر دارد که از بهلول مسائلی بپرسی؟ دانشمند گفت: با یک شرط حاضرم و آن این که یک معما از بهلول میپرسم، اگر جواب صحیح داد 1000 دینار طلای سرخ به او میدهم، وگرنه او 1000 دینار بدهد. بهلول گفت: من از مال دنیا چیزی ندارم، ولی حاضرم که اگر جواب صحیح دادم 1000 دینار را از تو بگیرم و به افراد مستحق بدهم، وگرنه به عنوان غلام و برده تحت اختیار تو قرار گیرم. دانشمند قبول کرد و از بهلول چنین سوال نمود: زنی با شوهر شرعی خود در خانه نشستند و در همین خانه یک نفر مشغول نماز و نفر دیگر روزه گرفته است. در این حال مردی از بیرون وارد خانه می شود. به محض ورود او زن و شوهر به همدیگر حرام می شوند و نماز مرد نمازگزار و روزه مرد روزه‌دار هم باطل می گردند. آیا می توانی بگویی این مردی که وارد خانه شده کیست؟ بهلول بیدرنگ گفت: این مردی که وارد خانه شد سابقا شوهر آن زن بود. به مسافرت رفت و سفرش طولانی شد. برای زنش خبر آوردند که او مرده است. آن زن با اجازه حاکم شهر با آن مرد که در خانه نزدش نشسته بود ازدواج کرد. در این میان آن زن دو نفر را اجیر کرد که یکی برای شوهر فوت شدهش نماز قضا بخواند و دیگری روزه قضا بگیرد. در همین هنگام شوهر سابقش که به خیالشان فوت کرده از سفر بر می گردد. وقتی که وارد خانه می شود، شوهر دومی بر آن زن حرام می شود، نماز و روزه نیابتی آن دو مرد هم باطل می گردد. هارون و حاضران در مجلس از حل معما و جواب صحیح بهلول بسیار خوشحال شدند و همه بهلول را ستودند. بهلول گفت: حالا نوبت من است. دانشمند گفت: سوال کن. بهلول گفت: اگر خمره‌ای پر از شیره و خمره دیگر پر از سرکه باشد، بخواهیم از این دو سرکنگبین درست کنیم، یک ظرف از سرکه برداریم و یک ظرف از شیره، این دو را برای درست کردن سرکنگبین در ظرفی بریزیم. بعد متوجه شویم که موشی در میان آنهاست. آیا می توانی تشخیص دهی که آن موش مرده در خمره سرکه بوده یا در خمره شیره؟ آن مرد دانشمند در فکر فرو رفت و هرچه به خود فشار آورد از جواب دادن عاجز ماند. هارون از بهلول خواست که خودش جواب دهد. بهلول گفت: اگر این مرد به نادانی خود اقرار کند، جواب معما را می دهد. آن مرد ناچار به جهل خود اقرار کرد. در این موقع بهلول گفت: آن موش را بر می داریم و در آب می شوییم. پس از آن که از شیره و سرکه پاک شد، شکم او را پاره می کنیم. اگر در شکم او سرکه باشد، در خمره سرکه افتاده، باید سرکه را بیرون ریخت. و اگر در شکم او شیره باشد، پس در خمره شیره افتاده بوده، باید شیره را دور ریخت.
تمام اهل مجلس از هوشمندی و فراست بهلول تعجب کردند و به او آفرین و احسنت گفتند. آن مرد دانشمند سر به زیر افکند و ناچار طبق شرطی که کرده بود 1000 دینار به بهلول داد. بهلول آن دینارها را گرفت و بین فقرای بغداد تقسیم کرد. اگر از این داستان لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.